سلام به همگی، من شاهینم، به کانال فیلم میشو خیلی خوش اومدید. قراره تو این ویدیو در مورد فیلم The Last Night in Soho صحبت بکنیم با هم دیگه، اونو بررسیش بکنیم و نقاط مثبت و منفیشو بهتون بگم و کنارش بیایم در مورد اینکه آیا الی واقعا بیمار بود یا نه صحبت بکنیم و در کنارش میایم در مورد پایان بندی فیلم و از طرف دیگه سرنخ‌هایی که داخل فیلم بود و همچنین اون سکانس آخری که الی سندی و دو مرتبه توی آینه دیدش صحبت بکنیم و بگیم که علتش چی بود و چرا این اتفاقات افتاده. پس بهتره که این ویدیو رو تا انتها دنبالش بکنید، چون قراره کلی در مورد این فیلم با هم دیگه صحبت بکنیم. و از طرف دیگه این نکته ای که هستش اینه که یادتون نره که وقتی که کانال رو سابسکرایب کردید زنگوله کنارش این نوتیفیکیشن هم حتما فعالش بکنید. پس بزن بریم. اولین چیزی که وقتی که دارید فیلم می‌بینید حسابی به چشمتون میاد و خیلی عالیه، مدل فیلم ورداریه که توی فیلم انجام شده. یعنی فیلم ورداری طوریه که حسابی به اون حالت رویا واقعیتی که وجود داره همخونی داره و سکانس‌های خیلی قشنگی گرفته، مثلا اون سکانسی که الی داره پله‌ها پایین میاد و اون تو تصویرش تو آینه حالت شناور و رویا نشون میده، این طرف هم سندی رو نشون میده که توی دنیای واقعی. سکانس های فیلم ورداری خیلی عالیه. یه سکانس سویچی هم که بین این دوتا کاراکتر هستش وجود داره که اونم جز سکانس های عالیه که جلوتر حتما در موردش صحبت میکنیم. این مدل فیلم ورداری و در کنارش تون رنگی که توی فیلم به کار برده شده یه حس و حال خوبی و بین رویا و واقعیت میده و باعث شده که وقتی داری فیلم رو می‌بینید حسابی درگیر اون بشید. کارگردان حسابی تلاش کرده تا بتونه محیط رو تبدیل بکنه به یه محیط احساسی و در کنارش هم بیاد اون حس و حال و اون حالتهای نوستالژیکی که سال 1960 لندن داشته رو به رخ بکشه و حسابی روی جزئیات این قضیه هم کار کرده که حس و حال خوبی رو منتقل بکنه. وقتی شما هم مثل الی حسابی غرق محیط زیبای سال 1960 شدید و درگیر اون رنگ و محیط شدید و حسابی دارید توش برای خودتون میچرخید و لذت میبرید و دیدنش، کارگردان به کمکتون میاد و شما رو از توی اون محیط میکشه بیرون و بهتون یه نکته ای هم اینجا نشون میده که میگه میتونه اتفاقات بعد تو محیط های زیبا هم بیفته. اینکه توی اون تایم انتهایی فیلم ما اینو میبینیم که الی داره تصاویر مردایی میبینه که صورت های به هم ریخته و حالت توهمی دارن و وقتی که داره این سکانس رو نشون میده یه مقدار بیش از اندازه از اینا استفاده میکنه. همین باعث این میشه که کسایی که از فیلم‌های روانشناختی و ترسناک خوششون میاد وقتی دارن این فیلمو نگاه میکنن و دیدن این سکانسایی که بارها تکرار میشه و یه حالت توهم مانند و مسخره به خودش گرفته دلشون رو بزنه و زیاد جذبشون نکنه. و از طرف دیگه یه سوال بزرگی به وجود میاره و اون سوال هم اینه که آیا الی بیماره یا نه. خب همون ابتدای فیلم متوجه میشیم که الی مادرش رو چندین سال پیش از دست داده، ولی اگه دقت کرده باشید اونو بارها توی آینه میبینه و اطراف خودش اونو احساسش میکنه، یعنی داره یه فردی که مرده است رو میبینه. از طرف دیگه نکته ای که میمونه اینه که وقتی که الی به شهر لندن میره میبینیم که با حس و حال سال دهه 60 لندن حسابی قرمقاطی میشه و هی اون سکانس های از سال قدیمش رو میبینه و یواش یواش میبینیم درگیر اون رویا و اتفاقات میشه. اگه دقت کنید الی از ابتدای فیلم به سال 60 لندن علاقه داشته، دهه 60 لندن خوشش میمد، یعنی اون از ابتدا هم علاقه داشتش که توی این محیط باشه، موزیکایی که گوش میداد یا عکسایی که حالا بودش برای اون دوره بود خیلی علاقه خاص به اون دوره نشون میده. مادر بزرگ الی به الی میگه که این قدرتی که تو داری یه هدیه است که تو به دست آوردی، ولی اگه توی فیلم دقت کنی تو سکانس‌های مختلف در مورد مادر الی گفته میشه که اون حالت اسکیزوفرنی داشته و یه جوری بیمار بوده و اینم میدونیم که اون خودشو کشته، پس یه ذهنیتی توی ذهن الی از خودش به جا گذاشته. خب چیزی که فیلم داره به ما میگه اینه که الی بیمار نیست و خیلی هم سالمه، ولی داره یه حالت روانپریش مانند و در کنار توهمایی که میزنه داره تجربه میکنه. یکی از ضعف‌های فیلم دقیقا همینجاست. ما در مورد الی خیلی بهتر از این میتونستیم اطلاعات به دست بیاریم، ولی کارگردان چیز زیادی رو در اختیار ما قرار نمیده. اونم به خاطر اینه که ما نمیدونیم که
الی به خاطر اون ضربه شاید روحی که خورده آیا اونم دچار این بیماریه، یعنی حالت موروثی بوده بهش رسیده یا به خاطر ضربه روحی که دیده این اتفاقات براش افتاده، یا اینکه نه واقعا یه قدرتی داره و اینو توی فیلم روشن نمیکنه و یه حالت مجهول و بی جواب باقی میمونه. در کنار تمام اینا بازی خوب توماسی مکنزی یا همون الی نمیشه گذشتون حسابی این نقش خوب بازی کرده و با مدل صحبت کردنش و اون حالت کنجکاو بودن و حالت چهرهی که به خودش میگیره حسابی تو این نقش جا افتاده و این نقش بهش میاد. خب بریم سراغ یکی دیگه نقاط ضعف فیلم، اونم حضور کوتاه داینا ریگه که اونو حسابی توی فیلم گیم آف ترونز دیدید و میشناسینش. نقشی که این بازیگر داشتش شخصیتی خیلی مهم و بزرگ بود ولی توی فیلم خیلی کم حضور داشت و در حد یه صابخونه مهربون توی فیلم بود و میتونست حضور خیلی بیشتری داشته باشه. اونم دقیقا مثل الی دچار یه حالت بیمارگونه ایه، چون اونم توی گذشته خودش همونطور که توی فیلم هم میبینید گذشته جالبی نداشته و همش اذیت شده و درگیر بوده و کلی آدم هم کشته و همیشه هم توی اون خونه مونده و یه طوری داره با عذاب وجدانش و اون ارواح اون آدمایی که اونجا هستن زندگی میکنه و یه طوری اون عذابش میدن و اون حالت فرضی غریزی این حالت بهش دست میده که اگه احساس خطر کردی باید اونو بکشی و فرقی نداره که اون آدم کی باشه. جلوه‌های ویژه فیلم میشه گفتش که نسبتاً خوبه و از طرف دیگه اون قسمت نورپردازی که انجام داده خیلی عالی و حرفه‌ایه و احساس خیلی خوبی رو بهمون میده. درباره سویچ و قدرت فیلم برداری قبلا صحبت کردیم و میخوام بگم یکی بهترین سکانسایی که توی فیلم وجود داره اونجاست که سندی و جک دارن توی سالن میرقصن و بین سکانسا و سویچ که میشه میبینیم که مکنزی از اون طرف تیلور هی جاشون رو با همدیگه عوض میکنن و جابجا میشن و میشه گفتش که یکی از بهترین سکانسایی که توی فیلم وجود داره همین سکانس رقصه. یکی از نکته‌های بزرگی که توی فیلم من به چشم میخوره اینه که همش توی فیلم داره مردا رو آدمای بدی جلوه میده و این حالت فمینیسمشو تا آخر خودش ادامه میده و خیلی واضح هم داره در مورد این قضیه صحبت میکنه و میتونید اون رو راحت ببینیدش. شاید خیلیاتون که داشتید این فیلمو نگاه میکردید انتظار اینو داشتید که یه پایان جور دیگه ای داشته باشه و با یه حالتی دیگه به پایان برسه، ولی دیدیم که پایانش منحصر به فرد خودش بود. یعنی اونجا ما دیدیم که سندی به خاطر اون اتفاقات و فشارهای روانی که داشت آخر سر مون تو اون خونه و تمام اتفاقات و خاطراتش و همه چیزش با همدیگه از بین بره تو کلن برای همیشه بتونه از دست اون عذاب وجدانی که داشته و ناراحتی که داشته راحت بشه. خب بریم سراغ چند تا سرنخی که توی فیلم بود و میتونیستون از طریق اون متوجه بشیم که صابخونه مهربون همچین هم مهربون نیستش. وقتی که الی وارد اون خونه میشه اولین قانونی که خانم کالنز بهش میگه اینه که مرد بی مرد. همین قضیه داره نشون میده که اون خب گذشته زیاد جالبی با مردان نداشته و از طرف دیگه یه ترسی هم تو وجودش هست و نمیخوادش هم که الی هم درگیر این قضیه بشه و پای مردی هم تو این خونه باز بشه. حضور خود دایانا به عنوان بازیگر نقش سندی توی پیریاش داره نشون میده که اون میتونه یه کاراکتری باشه که از سال 1960 اونجا بوده، یعنی حضور خود همین بازیگر داره به ما نشون میده که خب این دقیقا همون سندیه. یه نکته دیگه که وجود داره اینه که واکنش نشون میده به موزیکای دهه 60 که الی گوش میده و از طرف دیگه این میگه تو این خونه دخترای دیگه هم اومدن و رفتن و از طرف دیگه نکته ای که وجود داره اینه که اون مجسمه بالرینی که سندی توی اتاقش داشت اون توی اتاقش نگه داشته. یکی دیگه از سرنخ‌هایی هم که توی فیلم وجود داشت اون پیرمردی بودش که الی ازش میترسید و ازش فرار میکرد و بعدا فکر میکرد اون جک و یه درگیری های مختلفی با اون داشت، ولی اون هر بار داشت به اون کمک میکرد و راهنماییش میکرد که بهش میگفتش که بهتره که تو اون مسیر قدم نذاری و از طرف دیگه میدونست که بهتره که تو اون جایی که هستی و بیخیال بشی و برگردی به شهر خودت یا بری جای دیگه. هر بار داشت سعی میکرد یه راهنمایی بهش بکنه که اونم توی مسیری که قبلا سندی افتاده نیفته و خیلی از دور داشت به صورت نامحسوس و یه طورایی حالا به عنوان یه بزرگتر اونو هر بار نصیحتش میکرد و یه سرنخ‌هایی هم به ما میداد که اون خونه جای جالبی نیست.
بریم سراغ اون سکانس آخری که دیدیم که الی روبروی آینه وایستده و دو مرتبه سندی رو میبینه. ازش دوتا برداشت میشه کرد. نکته اولی که میشه ازش متوجه شد اینه که میتونیم بگیم که الی یه بیماری داره و اون بیماریه داره هر بار شدیدتر میشه. سری اول مادرش دید، بعدش داره سندی رو میبینه و همینطوری این بیماری داره پیشرفت میکنه و بهتره که زودتر به فکر درمان اون باشه، چون اون یه درگیری و معارضه شدیدی تو ذهنش وجود داره. و نکته دومی که میتونیم ازش برداشت بکنیم اینه که داره نشون میده ما آدم ها زیادی درگیر گذشته هستیم و یه سری همون داریم با گذشته همون زندگی میکنیم و زیاد درگیر گذشته بودن باعث این میشه که توش غرق بشه، همونطوری که الی با اون گذشته و دهه 60 که حالا درگیر بود هی ادامه داد و توی داستانش غرق شد. و اینم همینطوری داره نشون میده که ما آدم ها اگه بخوایم هی به گذشته فکر بکنیم و درگیر اون باشیم در اون غرق میشیم و از طرف دیگه باعث این میشه که از زندگی عادی خودمون جا بمونیم و همیشه یه پامون تو گذشته باشه و هیچ وقت متوجه نشیم که زمان حالمون داره چجوری میگذره. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومده حتما اونو لایکش بکنید، کانال رو سابسکرایب بکنید، زنگوله کنارش یا همون نوتیفیکیشن هم فعالش بکنید و اگه دوست داشتید این ویدیو رو هم با دوستاتون به اشتراک بذارید تا اونا هم این ویدیو رو ببینن و نظرشون رو بگن. خودتون هم نظرات و انتقاداتتون رو حتما تو قسمت کامنت با من در میون بذارید و تا ویدیو بعدی بدرود.